یک قایق که حامل نزدیک به 700 مهاجر غیرقانونی بود بعد از ظهر چهارشنبه در 28 کیلومتری ساحل لیبی در دریای مدیترانه واژگون شد. به گفته ماموران گارد ساحلی ایتالیا در حدود 400 نفر از سرنشینان این قایق نجات یافته، 25 جسد از آب گرفته شده و حدود 200 نفر دیگر همچنان ناپدید هستند. به گفته یک مسئول آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد ظاهرا از این قایق علامت فرستاده و تماس تلفنی گرفته بودند خانم ملیسا فلمین گفت قایق فقط 15 مایل تا سواحل لیبی فاصله داشت بنابراین احتمالا در آغاز سفرشان بودند آنها با دیدن قایق نجات وحشت کرده و در یک طرف تجمع کردند و قایقشان به آن شکل فجیع واژگون شده است در میان نجاتی افتگان دوازده زن یک نوزاد در حالت بیماری و تب و سیزده کودک دیگر نیز به چشم میخورند این بزرگترین حادثه غرق شدن قایق حامل پناهجویان در ماه‌های اخیر است. سازمان جهانی مهاجران اعلام کرد که از ابتدای سال جاری مسیحی و به غیر از سرنشینان کشتی غرق شده امروز تا کنون 2000 پناهجو فقط بر اثر غرق کشتی در دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند.